آقا سلام. سلام. مناظره رو دیدیم؟ بله. قهرمان این مناظره کی بود؟ آقای قالیباف. قالیباف خوب صحبت کرد؟ بله خوب بود. خیلی صحبتش خوب بود. چرا؟ چیا رو گفت؟ خیلی درباره شهرداری خوب کار میکنه. خیلی ها. یعنی یه روز تو شهرداری اگر این آشغالا رو جمع نکنن تهران کثافت در میداره. خدایش تمیزه. خیلی. وظیفه‌ش اینه. این حرفا چیه؟ پول داره از مردم میگیره. مجانی نیستش که. من نوعی دارم پول بازشین پرداخت میکنم. بازم سامندهی هست. خیلی شرطه، خیلی شرطه. تو الان یه خانواده رو نمیتونی تایید کنی؟ وظیفه چه؟ نه بگو وظیفه چه. بالاخره با آقای که میگه هیچ کدام اینا درست صحبت نکردن. بعد از قول من به این آقایون سلام برسون، بگو اون چند ساله ای که این حقوقای به قول یارو رفته بالا. حقوقایی که آقا پرد نمیکنه. چی میگی تو؟ اجازه بده آقا بیا نجومی را، حقوقای نجومی را از مردم گرفتن. یه نفر رو بیارن تو این مملکت بهشون به ما نشون بدن. دولت های قبلی، رئیس جمهور قبلی اصلا مثلا باور کن یه هفته خونه شون وانه میستاده. یه هفته همش 24 ساعت تو از این شهرستان به این استان، از این روستا به این روستا، به همه سر میدادن. بین مردم نیست. نمیاد. باید بره تو مسجدا، تو حسینیا، تو این ورانور، تو محله ها سخنرانی کنه، به درد ملت بفهمه ملت چی میخوان. آقای قالیباف خیلی خوبه، زیر بنای تهران درست کرد. این مترو را ناخ، پیاده را ناخ، اتوبوس رانی مال ما. آقا این حرفا چیه بابا؟ من دارم به شهرداری دارم من مالیات میدم، شهرداری نفس میکشه پولشو، منده دارم میدم، شما جیب مبارک شما داری میدی. قالیباف داره خوب کار میکنه، کار کرده. زیربنا تهران درست کرد. تهران مقاطی از این ور الان، از این ور تهران به درا تا تهران نیم ساعت میری. این حساب کن، قبلا 3 ساعت میرفتی با اتوبوس مقاصدی رو با سواری، با 3 ساعت میرفتی، الان با نیم ساعت میرفتی. برای حقوقش کار کرد، برای من تو کار نکرد. الحمدلله خوب کار کرد، مترو خوب کار کرده. چرا موقعی که همه موقعی که انتخاب موقع انتخابات میشه همه دلسوز مردمم هم. بیا جلو من دلم برو بابا این حرفا چیه؟ همه دلش برای خودشون سوخته. اگه اونی که موقعی که انتخابات میشه میگه من دلسوز تو هم، قبل از انتخابات بیاد دلش به حال من بسوزه، نه الان. دارن میان دیگه، همه اومدن چی میخوان رای بگیرن. هزاری الان تو بازار رای بگیرن، رای بگیرن. یه هزاری تو بازار الان نمیتونی در بیاری. این چه وضعشه؟ یه هزاری در میاد. سیاست به در مادر نداره، هیچ چیز آدم نمیتونه تشخیص بده. بیاد به نحو خودشه، به نحو زبون نیست، به نحو مردم نیست. هر چیز هم به خاطر زی بشه، عمل نمیکنه. حرف میزنه ولی عمل نمیکنه. چه فایده داره من رای بدم رای ندم؟ چه فایده داره؟ ولی خدا وکیل اینو چی میگم پخش نمیکنین؟ میکنه. میدونم دیگه آقا، من پخش میکنم. وقتی که آقای روحانی میگه من این حرفو نزدم، آقای قالیباف سایتشو میاره، سایت آقای روحانی رو میاره، میگه این حرفو شما زدی، زیر بار نمیره. وقتی که سایت خودش داره نشون میده زیر بار نمیره، دیگه در آینده چی رو میخواد زیر بارش بره؟ 8 سال میان حقوقش نمیگیرن، جهانگردش رو میکنن، موقع 8 سالم که تمام شد میگه بای بای، ما که نتونستیم کاری بکنیم. نه دیگه این ندی غیر از اینه مگه؟ جان اماده برای انتخاباته؟ بله میخواد میگم فقط شعار ندن، عمل بکنن. به خدا مو اعتیاد زیاد، ازدواج کم، فساد زیاد، نه درست کنم، وضع مملکت رو درست کنم، کمتر هم اختلاس کنم. آقا من سوال خدمت شما دارم، هر گزارشی باشه شما پخش می‌کنید؟ هر گزارش مال چه شبکه‌ایه؟ ما به صدا و سیما نیستیم، سانسور نداریم. بگی اصلا کلا پخش میشه؟ بگو دیگه. تو سوال خدمت شما دارم، این اعتیاد به قول خودشون این همه قدرت موشکی دارن، این همه ساخت و ساز دارن، این اعتیاد رو چرا نمیتونن ریشه‌کن کنن؟ این معتادرا چرا نمیتونن جمع کنن؟ اینا هم انسانن، خانواده دارن، زن و بچه دارن، چرا نمیتونن اینا رو جمع کنن؟ مسئله ازدواج جووناست. خب من خودم الان متعلم، زن و بچه دارم، یه وام ازدواج 6 میلیون تومانی من 2 سال دویدم دنبالش با همه ضامن و همه مدارک. همون رئیس بانک رفاهی که 170 میلیارد تومان وام به خانواده خودش با سود کم داده بود، من تو بانک رفاه 2 سال دویدم دنبال 6 میلیون تومان وام ازدواج. چکی که به جای اساسم داده بودم همش تمدید میشد. 6 میلیون تومان منش بعد 2 سال شد نزدیک 9 میلیون تومان. اینو کی میخواد جواب بده؟ بیکاری. الان ببین جوونا همه چه با سوادش، ظاهر جامعه است، چه با سوادش، چه بی سوادش، همه بیکارن. الان دو تا بچه من بیکاره، خودم بیکارم، جانبازم، هر جا میرم اصلا جواب نمیدن.
یه نفر باشه بیاد که اقلا بتونه مملکت داری کنه. نه واقعا نه. چند سالته؟ چرا 5 سال پیش حرف نمیزدی؟ چرا 10 سال پیش حرف نمیزدی؟ نه چرا اون حالا چرا در زمان احمدی نژاد حرف نمیزدی؟ چرا در زمان خاتمی در ما سلبریتی واسه من. سلام 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 آقا، مناظره رو دیدی؟ آره آره، مرسی مرسی. قهرمان داستان کی بود؟ خودم. بین کاندیدا کدومش بهتر صحبت کرد؟ آقای جهانگیری. جهانگیری بهتر است. نه آقای جهانگیری خیلی علمی منطقی صحبت کرد. من همشون به نوعی نظرات خودشونو میگفتن، ولی خب آقای جهانگیری خیلی خوب علمی جواب داد و لذت بردم. قالیباف از وال استریت آمریکا برداشته 1% 99% یه چیزی یاد گرفته، 14% نمید. اصلا این چیز تو ایران نمی گنجه. جهانگیری گفتش که برای اینکه روحانی قریب شده من اومدم کمکش کنم. 100%. اصلا خودش آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانیه. خودش اصلا چه ربطی داره؟ خب آقای قالیباف هم حمایتی آقای رئیسیه. پوشش آقای رئیسی. آقا من دارم چالشی صحبت نکنی. چالشی صحبت نکنی. اصلا انتخابات رو چالشه. نه نه آقای قالیباف اینقدر دروغ نگفت. آقای جهانگیری خودش در حد یک رئیس جمهور صحبت کرد، ولی خودش برای اینکه پشت قضیه یه سری افراد هستن نمیخوان آقای روحانی بشه، مثل همین کانال اینا. درود بر روحانی، درود بر روحانی، درود بر روحانی، درود بر روحانی، درود بر روحانی. خدا حافظ. بازم بخشی کنی؟ من همیشه با شما مصاحبه میکنم. دولت سال 92 سیستم دولت نهم و دهم که تحویل گرفت، شما تو سال 91 تورم و 45% ما داشتیم، ولی از سال 92 به این ور آقایون همتون قضاوت بکنید، یه مرغ یا تو سال 91 تا 92 از کیلو 3000 تومان شد کیلو 8000 تومان. ولی اجازه بده، اجازه آقا کاسه بوده تو این مقطع نبوده. آقا من الان خودم کاسبم نیست، آقا کاسبی نیست. زمان دولت نهم و دهم اگه گرونی هم بود شب میخوابیدی صبح بیدار میشدی، در عوض کار بود، پول بود تو مملکت، ولی الان نه. الان تموم شد دیگه پول. الان پولا کجا؟ تمام. نه آقای احمدی نژاد بد بود ولی کار بود. آقا من کار ندارم. موقعش تورم بالا بود ولی کار بود. کار بیا همه برا بود. میتونستی بخری، ولی الان خونه نمیتونی بخری. احمدی نژاد ثروتمندترین دولت ایران بود، دنیا بود، اما هیچ کاری نکرد. کار ساختمونی بود، یارانه ها را انداخت، همه کار برای جوونا واقعا انجام داد. ملت هم همه رو جووناست. پیرمرد یه لقمه نونگی میاره میگه، ولی جوونا میخواد ازدواج کنه، جوون باید کار کنه. زمان آقای احمد نژاد اگر گرونی بود، اگر چیزم بود، همه کاسبی ها برا بود. چه گرانی بود چه چی بود، همه کاسبی ها برا بود. الان آقای قالیباف میگه 4% پولدارن، نمیدونم 96% مستضعفن و اینا رو زمان احمد نژاد که به وجود نیومد، از همون اول که بوده هست و خواهد بود و هست. توبان امامیو کمتر از یه سال زد. من پیمانکار بودم، جا برشکار بودم. آقای قالیباف شبا میومد پاساژ امام حسین تا صبح سر خاکبرداری ما وای میساد. آقای قالیباف تو مجتمع پلاسکو، من برشکار بودم، شبا تا صبح اونجا بود. آقای روحانی چه کار کرد؟ آقای روحانی خیلی آره چه کار کرد؟ به نظر شما کی؟ قالیباف. قالیباف. آقای جهانگیری. چرا جهانگیری؟ بالاخره یک مقدار سمپاشی میشد، یعنی بالاخره مثلا آقای قالیباف با این که میگن که قهرمان مناظره بود، ولی به نظر من اومد برای تخریب. کسی که جلوی تخریبش وایستاد، جلوی این شکافی که داره بین ملت میندازه، دوباره آقا 4% و 96% ملت رو بکنه غنی و فقیر، نسبت به همه وحدت ملی رو زیر سوال ببره، کسی که جلوش وایستاد به نظر من یه قهرمانه. وگرنه آقای قالیباف اصلا در حد این نیستش که بگه آقا 4% خود سلیم بود، آقای مرسلیم بود که برنامه برای مملکت داشت. آقایون اومدن این اونو پور کردن، یکی قد چش این در بیاد. واقعیت داره، آقای روحانی مردم فریب داد، با حالا وارد جزئیات ریچ داعشی و امثال اینا فریب داد و عنوان روحانی به روحانیت هم ضربه زد. واقعا آقای روحانی نمیمد بهتره. الان هم آقای یک از نماینده های ریاست میگه 4 واقعیته. الان مردم اکثرا گرسنه، مغازه همه چیکو بر میگرده، در حال تعطیلیه و به نفعش آقای روحانی نیاید. نیاید فرد دیگه بیاد تازه نفس باشه به فکر مردم. فقط قالیباف مرد میدونه، چون خودش سپاهی بوده، دقیقا کارا رو برنامه‌ریزی میکنه و انجام میده.
فقط از قالیباف میخوان این قاچاقچی های دزد نامرد بگیره اعدام بکنن، چون هر یه قاچاقچی یه ایل از بین میبره، یه ایلو. چهار سال بود چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ هیچ کاری نکرد، همش دروغ میگن. این حقوقای نجومی چی شد؟ نوتا اینا ذخایر مملکتن، اینا ذخایر مملکتن یا دزد مملکتن؟ که همش دزدیه. اگه دست قد بشه، اگه بشه بگه هر نفر یک میلیارد بدوزه دست قد کنه، دزدی وقتی تموم بشه مملکت آباد میشه. وعدی الکی به مردم ندم. چرا میخوام وعدی الکی بدم؟ من الان لیسانس دارم، بیکارم. اون آقا درد داره، من آقا درد دارم، کی میخواد بشنوه؟ تو خونه داره پیاز پاک میکنه. شما دنبال قهرمان داستان میگردی؟ قهرمان داستان اون آقا، این آقا، منی که بچه دارم باید تاوان بدم؟ چرا باید اینجوری باشه؟ چرا باید زیر پای من همین جایی که وایسادم طلاه، بالا سر من طلاه، باید این بدبختی بکشم؟ همین باز شسته ها رو خیلی باید مثلا 800 تومن بچون دارم زندگی کنم با 5-4 تا بچه؟ برو تو زندگی ها مردم رو بگو چقدر بدبخته، بیچاره دارن. من هیچ که این آره نمیشنستم که بگم، برای خوداشون بکنم. خشت نشد، خشت نشد. میدونی چی بخری ولی الان خونه نمیتونی بخری.